سلام دوشنبه 19 اردی بهشت 1401 نهمه می 2022 میلادی فردا سه شنبه قرار است آقای انریکه مورا معاون آقای بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران سفر کند علت این سفر پیشنهادی است که در کیف آقای انریکه مورا برای تهران بعد از اینکه وزرای خارجه اتحادیه اروپا جلسه داشتند در این جلسه و در این جلسه مطرح شده بود که اگر بخواهند نفت و گاز روسیه رو تحریم کنند طی شش ماه آینده باید به نوعی ورود نفت و گاز به اروپا را افزایش بدند اروپا با کشورهای افریقایی مثل الجزایر در شمال افریقا یا نیجریه در آفریقای سیاه ارتباط گرفتند و اکنون الجزایر در حد اکثر تولید داره کار میکنه و به هر حال در اونجا دیگه ظرفیتی نیست که از آفریقا تأمین بشه به این رسیدند که یکی از گزینه‌هایی که بخشی از کاهش صادرات روسیه رو جبران خواهد کرد ایران به طور خلاصه پیشنهاد آقای انریک مراک آزم تهران هست اینه که جمهوری اسلامی بپذیره که سپاه پاسداران در لیست تروریزم باقی بمونه و قرارداد با امریکا رو و احیای برجام رو امضا کنه در نتیجه از لیست تحریم های امریکا بیرون بیاد اون وقت اروپا حاضره که هم به سرعت نفت و گاز ایران رو خریداری کنه هم کمک کنه به افزایش تولید در حال حاضر البته اولویت اروپا و تعجیلش برای جا جانشینی گاز روسیه بیشتر از نفته و گاز البته جمهوری اسلامی با سوء سیاست و عدم سرمایه گذاری در مرحله است که حتی برای مصرف داخل هم کمبود گاز پیدا میکنه به خصوص در فصول سرد و برای انتقال گاز ایران که دومین و یا شاید اولین ذخایر گازی دنیا رو داره نیاز به سرمایه گذاری هست امیر قطر هم همزمان آزم تهرانه و بعد از تهران به چند کشور اروپایی خواهد رفت و او هم که صادر کننده گاز هستش بیشترین اصرارش در تهران مسئله همین قبول کردن جمهوری اسلامی که سپاه در لیست تروریسم امریکا باقی بمونه و احیای برجام در واقع امیر قطر هم داره سعی میکنه که مسئله گاز اروپا رو کمک کنه که حل بشه اما از تهران خبر میرسه که پیشاپیش گروه های طرفدار روسیه که نفوذ بالایی هم در دستگاه های ایران دارند به خصوص روی شخص خامنه ای و بیت رهبری فشار دارند میارند به اینکه این توافق صورت نگیره و جمهوری اسلامی کماکان بر همین موضع باقی بمونه و در واقع نفت و گازش جانشینی بخشی از جانشینی برای روسیه نباشه همچنین به همراه نفوذ روسیه تعدادی از بخش هایی که کاسب تحریم هستند یا بهتره بگیم مافیای تحریم هستند که بخش بزرگیش هم داخل سپاه قرار داره و داخل در بخش های نیروی قدس سپاه هم هستند که از صادرات قاچاقی و اه اه موارد به اصطلاح دور زدن تحریم ها منتفع میشن و بعد هم غیر از اینکه با هایی که خودشون میخوان نفت رو میفروشن و بعد هم یا فرآورده های نفتی رو و بعد هم پولش رو در بازار پولشویی باز هم اونجا هم سود اضافه ای می میبرند اونها هم مخالفند و فشار دارن میارند که چنین توافقی صورت نگیره بر حال تا در آستانه سفر آقای مرا موضع رسمی که به اروپایی ها گفته شده در این قالب پیچیده شده که چون روسیه متحد استراتژیک که ایرانه و در کنار ایران بوده و دوست اصلی ایرانه به ایران الان نمیخواد که بیاد و از پشت خنجر بزنه جانشین نفت و گاز روسیه بخواهد بشود ولی این بهانه است در واقع باید گفت اصلی ترین دلیل این است که ریش آقای خامنه ای بیش از اون چه که تصور میشه در مشل آقای پوتین و روسیه است و همینطور فسادی که حکومت رو گرفته عامل دیگری است که فعلا اجازه امضای برجام رو ندادیم اگرچه در ایران این کشمکش ها و تناب کشی ها ادامه داره و معلوم نیست طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه که آقای مرا در تهران خواهد بود و صحبت میکنه و جمعه برمیگرده آیا همین نظر باقی میمونه یا تغییر میکنه ولی تا اینجا به نظر میرسه که اروپایی ها ناامید برخواهند اما ادامه اعتراض به گرانی ها در شهرهای استان خوزستان که مسجد سلیمان هم به اون اضافه شده به استان فارس و شهر شیراز هم رسیده و در شیراز هم اعتراض به گرانی آغاز شد. قطعی اینترنتی و یا کند کردن اون در شهرهای خوزستان برای چندمین روز متوالی ادامه داره همراه با افزایش بازداشت ها و تهدیدها و همینطور جو سنگین امنیتی و نیروهای سرکوبگر در شهرهای استان نواری از مدیر رادیو فرهنگ صدا و سیما به بیرون درس کرده که نشون میده او داره دستور در واقع سانسور کردن اخبار اعتراض ها و گرانی ها رو میده و اون رو امنیتی عنوان میکنه آقای رئیسی هم امشب در یک مصاحبه سعی کرد که بگه که دارو و نان گران نخواهد شد دولت نمیگذاره گرون بشه و گفته میشه که تا دو ماه یارانه نقدی میپردازند بعد هم کالا برگ در واقع الکترونیکی روی کارت های یارانه تعلق خواهد گرفت و صحبت از این است که نان به قیمت نان های سنتی به قیمت دولتی معادل ارز 4200 تومانی تا 21 نان در ماه به فرد داده بشه و روشی که در سطح کشور صحبت میشه انجام بشه و یا یارانه نقدی برای پایینترین دهک درآمدی به 400 هزار تومان در ماه برسه و 300 هزار تومان هم برای دهک های دو دوم تا نهم نه در نظر گرفته بشه ولی اینها همه شایعات صحبت هاست در دولت در مجلس و تا زمانی که به اجرا در نیاد نمیشه اظهار نظر کرد ولی اون چیزی که قطعی است آقای همتی رئیس سابق بانک مرکزی عنوان کرده که در سال 1400 دولت رئیسی دولت سیزدهم بیش از 142 هزار میلیارد تومان چاپ پول کرده و نقدینگی رو افزایش داده و ایشون گفته باید سلطان چاپ پول این دولت رو نامگذاری کنیم علت اصلی تورم هم که مثل بهمن از کوهدار سرازیر میشه همین نقدینگی باد کرده است که روز به روز هم بیشتر میشه و در سال جاری با قانون بودجه و با ولخرجی هایی که در بخش های غیر دولتی به خصوص به دستور رهبری و بیت و ارگان های موازی صورت میگیره قابل پیش بینی است که نقدینگی باز هم افزایش پیدا کنه و دلاری که امروز از مرز 28500 تومان عبور کرد یا برعکس بشه گفت سقوط پولی که برابری رو با دلار به 28500 تومان رساند پیش بینی میشه که در سال 1401 به مرز 40 تا 50000 تومان و یا حتی بیشتر نزدیک بشه اما آقای پوتین سخنرانی روز نهم ماه که روز پیروزی بر آلمان نازی هست رو صورت داد و عاقبت کوه موش داید. روزی که قرار بود آقای پوتین پیروزی رژه پیروزی بگذاره برای تصرف تمام اوکراین بعدا تغییر کرد به تصرف بخش شرقی و اعلام استقلال دو استان لوهانسک و دونتسک ولی هیچ کدوم اینها محقق نشده سهل است نیروهای روسی از اطراف خارکیف هم با حمله متقابل اوکراین به عقب نشینی وادار شدند و در این رژه بیرمق حتی نیروی هوایی روسیه هم حضور نداشت سخنرانی ایشون هم فقط یک وعده و وعید آینده بود و تکرار حرفهای گذشته بدون مدرک و سند که اگر روسیه اقدام نمیکرد، اوکراین و کشورهای غربی در صدد حمله به روسیه بودند و حرفایی که بیشتر به چرت و پرت شبیه به هر حال برآورد میشه که مخالفین جنگ در روسیه از پنجاه درصد مردم افزون شده و موج نارضایتی با در جریان قرار گرفتن اخبار جنگ مردم علا رقم سانسورها در حال افزایش به قول روزنامه نگاری گفته بود که امروز رژه پیروزی آقای پوتین بدون پیروزی برگزار شد با امید پیروزی ایران و ایرانی